نزدیک به سیستم ایران هستند و رهبرانشون فارغ التحصیل حوزه علمیه قم هستند، در قم درس خوندن و در حوزه علمیه درس خوندن. در نتیجه بخش های مهمی از حساسیت های مذهبی که جامعه ایران داره یا حداقل حوزه علمیه داره اونها هم دارن و از ایران به اونها منتقل شده. من احساس میکنم این حساسیتی که در حال حاضر نسبت به بهایی ها در یمن صورت میپذیره، این ادامه همون حساسیتی هست که در ایران نسبت به بهایی ها وجود داره، وگرنه معمولا سند مشخص و مدون و به عبارتی محکمه پسندی در ارتباط به اینکه اینها کارهای خلافی انجام میدن یا جاسوسی انجام میدن معمولا ارائه نمیشه. دلیل چنین اتهاماتی چه هست با خانم روستایی؟ اینکه گفته میشه به جاسوسی متهم میشن، جاسوسی برای کجا مثلا؟ من یک چیزی رو میدونم و اون اینه که در یک منطقه مثل یمن که دوچار سالهای سال دوچار جنگهای داخلی ادباریه و در واقع هیچ چیدمان ثابتی وجود نداره، همه دوستان فردا میتوانند دشمن باشند و همه دشمنان بعد از یک مراسم عروسی میتوانند با هم دیگه دوست باشند، این فرمول سیاسی جامعه شناسی یمن هست و اینقدر پیچیده است و اینقدر به هم ریخته است. من بعید میدونم که در شرایطی مثل یمن که در واقع اقوام و نمیدونم نگاه ها و طیف های متعددی وجود داره و همه اینها به صورت مدام در حال درگیری با هم دیگه هستن، اصلا کسی توانایی یه کاری مثل جاسوسی داشته باشه؟ شما وقتی که مطرح میکنید که مثلا بهایی ها یا یک طیفی در یمن دارن جاسوسی میکنن، اول باید جامعه شناسی اون منطقه و اون حدود رو بدونید که به چه صورت عمل میکنه، چه فرمولی دارن اینا، چه ترکیبی دارن، آیا اینا ثباتی دارن که یکی بتونه مثلا بتونه ازشون یه چیزی به نام جاسوسی انجام بشه، یا در واقع منطقه اینقدر به هم ریخته است و اینقدر رهاست و اینقدر ول هست که اصلا احتیاج به جاسوسی نیست. من فکر میکنم بدین لحاظ مهمترین مسئله که در این ارتباط باید لحاظ کرد در واقع گذاشتن جای پا در جای پای حساسیت هایی که نظام سیاسی ایران داره نسبت به بهایی ها. خیلی بعید به نظر میرسه که اتهامی مثل جاسوسی رو بشه برای بهایی ها در یمن تصور کرد، با توجه به اینکه حوثی ها دشمنان قدر قدرتی دارن که به اندازه کافی فکر کنم علیهشون جاسوسی انجام بدن و دیگه اصلا احتیاج به بهایی ها نیست. کمون که علی عبدالله صالح که کشته شد، که میدونی علی عبدالله صالح با تیری که به سرش خورد هدف قرار گرفت کشته شد و اینها توی هم نفوذ زیاد دارن، جاسوس زیاد دارن و در واقع چیزی به نام جاسوس بهایی به نظر من خیلی اونجا کاری نخواهد داشت. فرزانه روستایی بود، روزنامه‌نگار در استکهلم سوئد. الان فرصتی هست تا برگردیم دوباره به ایران با چند خبر کوتاه.